من اینقدر زنی مهربان هستم که اگر شوهرم جوراب خود را به دست خودش پوشد از او خفه می شوم. من حتی جوراب شوهرم را به دست خودم پوشانم، ناخونهایش را تازه کنم. او مرد با امید زن می گیرد. برای او فرق ندارد که تو فرزانه هستی یا کسی دیگر هستی. تو باید حرمت مرد را به جا بیاری. مادرم به من این گونه تربیت داده است و من باید همه قرض خود را پیش شوهرم اجرا کنم. این پاره از صحبت فرزانه خورشید سراینده تاجیک است که در برنامه گفتگوی ویژه با سمیر رسولی می باشد، روزنامه‌نگاری صدای امریکایی می باشد. در این نوار فرزانه خورشید در موضوعهای گوناگون صحبت می کند و از نقشه هایش نیز حرف می زند. این سراینده تاجیک از زندگی شخصیش یادآور شده می گوید که صاحب دو فرزند زکیه جان که 7 سال دارد و پسرش محمد خورشید است که 6 ساله است. او نام محمد را دوست می دارد و پسرش را به خاطر نگاه داشتن نام پدرش چنین نام گذاری کرده است. و سوال آن که در فکر دوباره آیله دار شدن هست یا نه چنین پاسخ داد: خدا یگان زن را درد و رنج ندهد، اما زندگی یک بار شکستنش برای زن یک قامتش می شکند. نفران زیادی فکر می کنند که برای هنرمندان شکستن زندگی هیچ چیز نیست، اما برای هر یک زن وقتی که فرزندش سوال می دهد که پدری من کجاست یا چرا پدری من نمی آید، این سوال ها هر یک قبرغه زن را می شکند، خون دل می شوی. هر یک دفعه فرزند سوال می دهد جواب دادنش مشکل است. هیچ وقت زن نمی خواهد که پدری فرزندانش از او دور باشد، اما این نصیب قسمت است. در علاوه فرزانه در باره واخوری پدری فرزندانش می گوید که من هیچ گاه مانع واخوری پدری فرزندانم نیستم، چون که این کار نه از روی قانون است و نه از روی اسلام. هر وقتی که پدرشان می خواهد یا فرزند می خواهد به هم واخورند. من این چیز را هیچ وقت بند کرده نمی توانم، چون که خداوند اگر مرا با او راست نمی آورد من صاحب فرزند نمی شدم. من خدا را شکر می گویم که صاحب دو فرزندی دوست رو یک هستم. من همیشه حرمت احترام او را از روی آداب و از روی اسلام می دانم. در باره تصمیمش برای آیله دار شوی قید کرد که ممکن در آینده ممکن به نزدیکی ازدواج کنم. بله هست مردی که همه غم و غصه را از دلت بیرون می برارد و وعده می دهد که تو را خوشبخترین زنی دنیا می کند، می گوید او. او دوباره ابراز می دارد که تا حال چنین مرد نبود، اما خداوند به آن روزها رساند، می گوید فرزانه. او درباره نقشه هایش برای برگزار کردن کنسرت گفت که در نقشه بسیار فکرهای خوب دارم. السلام علیکم زنهای محترم، میخواهم کار در کمپانی فبیلیک را برای شما پیشنهاد کنم. در این کمپانی زنهای خونشین، مادران سرفرزند و دانشجو دختران هم میتوانند صاحب جای کار خود شوند. خیلی که شما میدانید بسیار زنهای خونشین از حساب کمپانی صاحب خانه و در، صاحب بیزنس خودشان هستند و زندگی خود و فرزندان خودشان را دیگرگون کرده ایستادند. شما هم می توانید از حاضر بیزنس خودتان را از نور سر کرده زندگی خود و فرزندان خودتان را دیگرگون کنید. در واتساپ من نویسید، من همش را از نور سر کرده و شما همش را می آموزانم. می خواهم امسال کمی هم باشد خاطر مخلصانم را شاد گردانم. یک نقطه جالبیش این است که با یک نفر من کنسرت خود را می گذرانم، اما شخصیت او را آشکار نمی کنم. بگذار این سپرایز برای مخلصانم باشد، گفت این سراینده. نقشه دیگری فرزانه خورشید معرفی عطر شدوبو. فرزانه خورشید گفت و تمام فارسی زبانان دنیا را دعوت نمود. فرزانه خورشید درباره چگونه ایواز کردن آرزویش که دختر شدن داشت قصه کرد. او گفت که یک سرود و پذیرایی گرم مخلصان مادرش نقشه اش را با کلی تغییر داد و او با دعای مادر برای همیشه روی صحنه آمد. درباره بازخوانی سرودهایش نیز اظهار نظر کرد
و گفت که می خواهد زیاد سرودهای مردان را بازخوانی کند، چون که صدای زنان شیرین است و مردان این را بسیار خوب قبول می کنند. در آخر برنامه سمیر رسولی از فرزانه خورشید درباره تمام شهرهای تاجیکستان پرسان می شود و این سراینده شهرهای دنغره، کولوب، شغنان، باختر و چیل دختران را توصیه می دهد. فرزانه خورشید دختر سریا قاسمова و خواهر شبنم سریا یکی از سراینده های سرشناس می باشد.